احمد خاتمی امام جمعه جنایتکار خامنه‌ای در تهران در هراس از خطر تداوم قیام در بهمن ماه و شعارهای قیام آفرینان علیه خامنه‌ای و اصل ولایت فقیه به عربده‌کشی پرداخت و قیام آفرینان را به اعدام تهدید کرد. اگر جهان پهلوان غلام رضا تختی در قید حیات بود، مسلماً همصدا و در کنار مردم دلیر و مبارز شعار مرگ بر خمینی می‌داد و همانند حماسه آفرینان مملکتمان برای سرنگونی این رژیم فاشیستی آخوندی همت و تلاش می‌کرد. راهی برای ایران جز این نمانده دیگر. تیر همای آرش عهد سیاوشانش می جوشد از رگان این خاک پر ز آتش. تهران قهرمان درود درود درود. کرمانشاه قهرمان درود درود درود. مشهد قهرمان درود درود درود. و زنده باشید با این پیوستگی و پایداریتون در راستای قیام سرنوشت‌ساز ملت ایران در داخل کشور. همانطوری که خودتون در اخبار هم میبینید، این روح قیام، این روح حرکت، این عزم جزم تاریخی این ملت بزرگ تمام ناشدنی و توقف ناپذیره، به خاطری که همونطوری که بهتون گفتم
قیام و انقلاب یک کودتا نیست که در عرض یکی دو روز یک هفته بساط یک رژیم رو جمع کنه و تغییرات کاخی بده به قول معروف، اما یک قیام توفنده است، از کوها و دره‌ها حرکت میکنه در مسیر تاریخ، از سر راه خود این رژیم های ضد بشری و این خس و خاشاک آخوندی رو جاروب خواهد کرد. فریاد هر ایرانی، مرگ بر خامنه ای روحانی. خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست، خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست. پاسخ آتشی که خانمان ایران و ایرانی را سوخته، آبی است به نام نه. پاسخ دارها و تنابهایی که بر گلوها پیچیدند، آتشی است به نام نه. پاسخ شلاخها که خط درد را بر پشت ملتی نوشتند، کلامی سرخ است به نام نه. فشرده همه نه‌ها یک واژه است: سرنگونی. حمله جنگنده های آمریکایی به نیروهای حامی بشار اسد در سوریه. طرح های دبیر کل سازمان ملل متحد برای خلع سلاح جهانی. کانورسیشن. ناآرامی ها تا پایان حکومت آخوندی ادامه خواهد یافت. با سلام به بینندگان عزیز، توجه شما را به اخبار این ساعت در یک نگاه جلب می‌کنیم. ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده طی بیانیه اعلام کرد جنگنده‌های آمریکایی اقدام به انجام 6 حمله هوایی علیه نیروهای حامی بشار اسد در سوریه کردند. در این بیانیه آمده است: ائتلاف در دفاع از خود و شرکایش به نیروهای مهاجم حمله کرد تا عمل مهاجمانه آنها علیه کسانی که در ائتلاف جهانی برای شکست داعش نقش دارند را دفع کند. در بیانیه آمریکا اشاره‌ای به نیروهای حامی بشار اسد نشده است، اما شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران و نیروهای روسیه از رژیم اسد پشتیبانی می‌کنند. پیش از این آمریکا در فروردین 96 طی عملیاتی پایگاه شعیرات رژیم اسد را با 59 موشک کروز مورد حمله قرار داده بود. شمار قربانیان حملات نظامیان جنایتکار اسد به قوطه شرقی در حومه دمشق طی 2 روز گذشته به 112 تن رسید. در این حمله وحشیانه همچنین 200 تن مجروح شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن، جنگنده‌های ارتش اسد روز چهارشنبه عملیات خود را از سر گرفتند. در این حملات 32 غیر نظامی کشته شدند که شماری از قربانیان کودک هستند. روز سه‌شنبه نیز قوطه شرقی شاهد حملات سنگینی بود که 80 غیر نظامی در آن کشته شدند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت تمامی شواهد حاکی از این است که نظام حاکم بر سوریه از گاز کلور استفاده می کند. به گزارش خبرگزاری رویتر، آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل متحد در نظر دارد طرحی برای مذاکرات مربوط به خلع سلاح جهانی از سلاح‌های هسته‌ای و سایبری گرفته تا تسلیحات کوچک ارائه دهد. بنا به این گزارش هدف دبیر کل سازمان ملل متحد توقف مسابقه تسلیحات هسته‌ای و قانع کردن قدرت‌های بزرگ به مذاکره پس از دهه‌ها بن‌بست در این زمینه است. کانورسیشن در انگلستان طی مقاله‌ای پیرامون قیام سراسری مردم ایران با اشاره به شهادت تعدادی از دستگیر شدگان قیام در زیر شکنجه نوشت: